سلام عرض میکنم، مهدی سلمان نجات هستم و با یک آموزش دیگه از سری آموزش های فتوشاپ در خدمت شما دوستان عزیز هستم. توی این جلسه قراره که آموزش ویرایش تصاویر رو به شما دوستان عزیز آموزش بدیم، که قبل از این تصویر رو با هم دیگه مشاهده میکنیم که نور و رنگ به چه صورت بوده و بعدش رو هم مشاهده میکنیم که چقدر زیباتر و بهتر شده. این آموزش یکی از آموزش های کانال کلوین دیزاین در یوتیوب هستش که من ترجمهش کردم، که امیدوارم برای شما دوستان عزیز مفید واقع بشه. خب به این کار به اصطلاح پاپ کالور هم میگن، که ایجاد پاپ کالور در تصاویر. خب این سند رو میبندم و شروع میکنیم. خب ابزار کویک سلکشن رو انتخاب میکنیم و قسمت مربوط به موها رو سلکت میکنم و قسمت مربوط به صورت رو حذف میکنم با این قسمت یا نگه داشتن دکمه Alt. خب با دکمه Alt میتونید کم کنید سلکتتون رو و Shift هم میتونید اضافه کنید. قسمت های لازم رو وقتی که سلکت کردیم با استفاده از سلکت ام ماسک لبه ها رو نرم میکنیم. خب شما بهتره که وقت بیشتری بذارید که لبه ها خیلی بهتر در بیاد. ما برای اینکه تایم ویدیو زیاد بالا نره زیاد وقت نمیذاریم روی این قسمت. اوکی میکنم و از قسمت ادجستمنت یک کرو ایجاد میکنم. خب سه تا پوینت ایجاد میکنم، یکی توی هایلایت ها، یکی میدتون و یکی شادو. خب یک کنتراست اسپی ایجاد میکنم. خب حالا یک پوشه ایجاد میکنم و اسمش رو به هیر تغییر میدم. خب این لایر ماسک رو به پوشه اعمال میکنه. خب کرو را داخل گروه میندازم و یک ادجستمنت هیو ساتوریشن حالا بالای کرو قرار میدم داخل گروه. خب هیوش رو بین 10 تا 15 قرار میدم و پوشه رو میبنده. حالا لایه عکس رو انتخاب میکنیم، ابزار کویک سلکشن رو انتخاب میکنم و قسمت مربوط به پوست رو انتخاب میکنم و دکمه Alt رو نگه میدارم و موها رو حذف میکنم. خب خب حالا یک گروه ایجاد میکنم و یک لایر ماسک بهش میده. خب حالا یک بار کنترل زد میزنیم قبل از اینکه لایر ماسک رو اعمال کنیم، سلکت ام ماسک رو کلیک میکنیم. حواستون باشه که روی ابزار کویک ماسک کویک سلکشن تولز قرار داشته باشید و سلکت ام ماسک رو کلیک کن. خب حالا لبه ها رو نرم تر میکنیم. یک بار اگزیت رو میزنیم و روی لایه تصویر باشید حتما، سلکت ام ماسک، و حالا شروع میکنیم به نرم کردن لبه ها. خب سایز براش اگه کوچیکتر باشه خیلی بهتره. خب میتونید قسمت ها رو کم کنید. خب حالا اوکی میکنم و روی این گروه و روی لایر ماسکش کلیک میکنم. از قسمت سالید کالر یک سالید کالر رنگی میدم بهش و از قسمت پریست ها این رنگ رو انتخاب میکنم. این کد رو به خاطر داشته باشید و اگر دوست داشتید از این رنگ استفاده کنید. اوکی و کالر رو بهش اعمال میکنیم، مود کالر میذاریم. خب حالا روی لایر ماسکش قرار میگیریم و از قسمت ایمیج ادجستمنت
اینورت رو انتخاب میکنیم، براشمون رو انتخاب میکنیم، اوپاسیتیش رو برای 50 قرار میدم و شروع میکنم به با رنگی سفید توی لایر ماسک کشیدن. خب قسمت های لازم روی لب و بینی حواستون باشه که به هیچ وجه نکشید، البته منظورم این قسمت سوراخ بینی هستش. قسمت هایی که فکر میکنید که لازم نیست و کشیده شده میتونید با رنگ مشکی حذف کنید. خب قسمت هایی که تیره شده کم میکنیم. خب اگه دکمه آلت رو نگه دارید و بر روی لایر ماسک کلیک کنید میتونید نقشه لایر ماسک رو ببینید. خب ما این قسمت ها رو هم میکشیم یک بار دیگه. خب قدری که یک دست بشه تصویرتون و رنگ پوست. خب نسبتا مناسبه. خب حالا یک ادجستمنت کرو اعمال میکنیم و بهش یک سری تغییرات اعمال میکنیم و ادجستمنت بلو رنگش رو یک مقدار طبیعی تر میکنیم و چنین یک مقدار روشن ترش هم بکنیم. خب اینا دیگه سلیقه ای هستش. خب این از قسمت مربوط به پوست. حالا یک گروه دیگه ایجاد میکنیم، اسمش رو به آی تغییر میدیم برای ویرایش چشما، یک ادجستمنت کرو میدیم و افزایش میدیم. توجه کنید که اگه من الان اینجا دارم این رو به سمت پایین میارم و روشن میشه، به خاطر اینکه من تنظیماتش رو تغییر دادم از این قسمت که تونید ببینید. نه از این قسمت نیست، قسمت کرو دیسپلیه که روی لایت میتونه باشه یا پیگمنت که من برای پیگمنت گذاشتم. شما میتونید برای لایت بذارید که الان با هم دیگه امتحان میکنیم ببینید به همین صورت در میاد. خب حالا بر روی گروه قرار میگیریم و دکمه آلت رو نگه میداریم و بر روی لایر ماسک کلیک میکنیم. خب یک لایر ماسک با رنگ مشکی برای ما ساخت که هیچ تأثیری بر روی تصویر ما نمیذاره. خب حالا شروع میکنیم به رنگ کردن این قسمت با اوپاسیتی مناسب. اوپاسیتی 20% انتخاب میکنیم و قسمت مربوط به چشما رو ویرایش میکنیم. خب این از این قسمت و اینم از این قسمت. یک بار دیگه میکشم. خب حالا یک وایبرانس اعمال میکنم بهش و بر روی 50 قرار میدم. خب اگر احساس کردید که این سفیدی ها اذیت میکنه میتونیم با اوپاسیتی 20% با رنگ مشکی این قسمت ها کلیک کنیم و تأثیر رو از بین ببریم. خب این هم از قسمت مربوط به چشم ها که اگر لایر ماسک رو خاموش کنید میبینید که در اصل چه تأثیر داره. میتونید از این قسمت هم اگر احساس کردید افکتمون زیاده اوپاسیتیش رو کم کنید که برای 86 قرار میدم من. خب حالا برای لایه بک‌گراند قرار میگیرم و کویک سلکشن رو دوباره انتخاب میکنم، خود مدل رو انتخاب میکنم و به دقت لبه ها رو انتخاب میکنم. خب حالا از قسمت سلکت ماسک دوباره لبه ها رو نرم میکنیم.
خب اینم از این قسمت. اوکی میکنم. حالا یک اجسمنت کرو ایجاد میکنم، حالا یک گروه هم ایجاد میکنم و این لایر ماسک رو بر روی گروه میندازم و کرو رو هم داخل این گروه قرار میدم. خب حالا یک تیرگی خاصی قرار میدیم برای این قسمت. الان مشاهده میکنیم که قسمتی که انتخاب شده قسمتیه که مدل هست، مدل انتخاب شده. ما برای اینکه این انتخاب برعکس بشه لایر ماسک رو انتخاب میکنیم و کلید های ترکیبی کنترل آی رو میزنیم. خب لایر ماسک برعکس میشه. خب الان یعنی تأثیر ادجستمنتی که داخل این گروهه فقط بر روی پس زمینه هستش. خب ما این قسمت رو کمی تیره میکنیم، بعد ادجستمنت وایبرانس رو اعمال میکنیم و یک مقدار زیاد میکنیم. خب این از قسمت مربوط به پس زمینه و اسمش رو به بی جی مخفف بکگراند تغییر میدیم. خب حالا قسمت مربوط به لب ها، یک لایه جدید ایجاد میکنیم یا اینکه میتونیم از قسمت کویک ماسک. کویک ماسک چه ابزاری؟ ابزاریه که باهاش میتونیم یک ناحیه رو با استفاده از براش سلکت کنیم. بر روی این قسمت قرار میگیریم یا میتونیم کلیدهای ترکیبی کیو رو انتخاب بزنیم. خب من بر روی این قسمت کلیک میکنم. حالا میتونم با براش روی این قسمت نقاشی کنم. قبلش حواستون باشه که یک لایه ایجاد کرده باشید. اپاسیتی لایه‌مون رو بر روی 100 قرار میدیم. بذارید برای اینکه بهتر متوجه بشیم یک بار دیگه بگم، از این قسمت میتونید یک ماسک بسازید که بهش میگن کویک ماسک، یعنی با استفاده از براش یک قسمت رو انتخاب کنید. بر روی این قسمت کلیک میکنیم یا کلیدهای ترکیبی کیو رو میزنید. ترکیبی نیستش ببخشید، و همون تگ هستش. خب کلیک میکنم و شروع میکنم به نقاشی کردن بر روی این قسمت. حالا قسمت ها رو به صورت دقیق در میارم. حالا دوباره یا اینجا کلیک میکنیم یا کیو رو انتخاب میکنیم. خب حالا ادجستمنت کرو رو انتخاب میکنیم و یک کنتراست ایجاد میکنیم. الان به صورت برعکس انتخاب شد دوباره. فکر میکنم این به خاطر تنظیمات ابزار پن من باشه که بعد درستش کنم. بعد خب کنترل آی رو میزنم دوباره بر روی لایر ماسک و حالا فقط لایر ماسک یعنی قسمت لب ها انتخاب شد. ببینید اگر Alt رو انتخاب نگه داریم و بر روی Layer Mask کلیک کنیم مشاهده میکنیم که لب ها انتخاب شد. خب حالا این تأثیر رو میتونیم یک مقدار بیشتر یا کمتر کنیم که اینم سلیقه‌ای هستش. Adjustment Hue Saturation رو انتخاب میکنم و مقدارش رو برای 9 قرار میدم. Saturation رو بر روی 30 و اوپاسیتیش رو بر روی 60 قرار میدم. خب این دوتا لایه رو انتخاب میکنم و یک گروپ ایجاد میکنم. لایر ماسک مربوط به لب رو قرار میدم بر روی این لایه و این لایه خالی رو پاک میکنم. و میتونید اگر دیدید باز هم زیاده از این قسمت اوپاسیتی لایه رو کم کنید و میتونید رنگ لب رو تغییر بدید که بستگی به خودتون داره، ولی باید یک رنگ طبیعی باشه. خب الان با هم دیگه تغییرات رو ببینیم. خب حالا الان فقط یک قسمت مونده که مربوط به موها هستش. خب یک لایه خالی ایجاد میکنیم توی قسمت موها. ابزار براش رو انتخاب میکنم و از این قسمت یک نمونه میگیرم که رنگ تیره نسبتاً تیره ای باشه. خب با اپاسیتی 50 یا کمتر میتونید 40 قرار.
برای این قسمت ها بکشم. مودش رو برای کالر قرار بدم. حالا اگر جایی احساس کردید که زیاد شده یا کم شده میتونید با ابزار پاکون با opacity پایین حذفش کنید. خاموش روشن کنید، میتونید مشاهده کنید. خب میتونید از مودهای دیگه هم استفاده کنید ولی کالر بهتره. کالر، هیو و مودهای دیگه که کالر بهتره، ولی خب یک مقدار زیادی این قسمت قرمز شده که میتونید کمترش کنید با از ابزار پاکون. خب خب این هم از افکت مربوط به موها. اسم این لایرم به لیپ تغییر میدیم. خب همه رو توی یک گروه قرار میدم و حالا خاموش روشن کنیم میتونید تغییرات رو مشاهده کنیم. خب چیزی که داشت یادم میرفت، الان خوشبختانه یادم افتاد، ما روی لباس هم کار نکردیم. روی لایه بک‌گراند کلیک میکنیم و ابزار کویک سلکشن رو انتخاب میکنیم و انتخابش میکنیم. خب اینم از این قسمت. خب حالا از با استفاده از ادجستمنت کرو یک کنتراست ایجاد میکنیم که بهتر دیده بشه. خب میتونید برای اینکه لبه های این کار بهتر بشه یک ریدیوس بهش بدیم و همینطور با استفاده از این براش برای این قسمت ها بکشیم و یک مقدار هم فدر بهش بدیم. خب اوکی میکنم. خب اگر جایی توی لبه ها مثل این قسمت مشکل داره من عذر میخوام، اینجا ما تایم نداشتیم که به صورت دقیق این قسمت ها رو سلکت کنیم و خودتون توی خونه زمان بیشتری دارید و میتونید بهتر جداسازی رو انجام بدید. خب امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و براتون مفید واقع شده باشه و تا آموزش های بعدی شما دوستان عزیز رو به خدای مهربون می‌سپارم.